قلب مکه می تپد بی اختیار، قلب مکه می تپد بی اختیار، مکه سر تا پا غرور و افتخار. رخت نو پوشیده بر تن روزگار، در دل او شادمانی بی شمار. کوی و برزنها چراغانی شده، کوی و برزنها چراغانی شده، دیده ها از شوق بارانی شده. فرش شد با فرش دیده این زمین، شادمان در آسمان روح الامین. کاروان نور می آید زرا، تا که بشناسیم راه خود زچا. جشن میلاد است در عرش برین، جشن میلاد است در عرش برین، در غزلخوانی است جبریل امین. روز میلاد بهاران آمده، روز میلاد بهاران آمده، کیست این خورشید تابان آمده؟ این جهان افسرده و پژمرده بود، در حقیقت آدمیت مرده بود. این جهان افسرده و پژمرده بود، در حقیقت آدمیت مرده بود. در جهان رنگی نبودی جز سیاه، کس نمیدانست راه خود زچا. آدمی سرگرم کار خیش بود، در دل او دائما تشویش بود. چون به کشتی جهان طوفان رسید، ناگهان از عرش کشتیبان رسید. با نسیم رحمت پروردگار، از مدینه نور حق شد آشکار. تهنیت گویند بر هم عرشیان، پای کوبان دست افشان فرشیان. کیست این محبوب ذات کبریا؟ خاتم پیغمبران و انبیاست. مطلع الانوار ربانی است این، شاه بیت شعر روحانی است این. خلقت هستی به یمن نام او، آدمی سرمست شد از جام او. نام رویش شمس را شرمنده کرد، نام او مردگان را زنده کرد. نام احمد زینت این دفتر است، ذکر من یا احمد و یا حیدر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. عزیزان همیشه همراه، سلام و میلاد پیامبر نور و رحمت، رحمت للعالمین، سرور کائنات، نور اعظم بر همه شما عزیزان مبارک باد. و همچنان فرزند بزرگش، فرزند با کرامتش، گنجینه علم و عمل و تقوا، امام جعفر صادق بر همه شما عزیزان مبارک باد. امیدوار هستیم که خوش و جور و سعادتمند باشین در همچیک روز بزرگ، در همچیک روز با عظمت. امید دارم که دلها و قلبهای همه شما عزیزان خوب و خوش و سلامت باشن. با برنامه روشنا همراه شما هستیم و امید داریم که مثل همیشه همراه ما باشین. با سلام و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه امروز آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در استودیو خواهر خوبم خانم سجادی رو داریم و سلام و عرض تبریک داریم خدمتشان. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، کسانی که تازه به جمع ما پیوستند و دوستانی که از قبل و گذشته همراه ما بودند. و همچنین ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و همچنین میلاد امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که به یمن این روز پرخیر و برکت، روزی پر از شادی و نشاط باشه برای همه فامیل های محترم و انشاءالله صحتمند و عافیت داشته باشند. بله. و در خوشی و نشاط به سر ببرند. الهی آمین. قبل از ای که حالا من و شما بپردازیم راجع به که امروز میخواییم چی صحبتی داشته باشیم، دوست دارم که آغاز سخن با یک حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شروع کنیم.
ایشان می‌فرمایند که مردی پیش امام صادق علیه السلام آمدند بله و خواستند که در یک کلام کوتاه برای من چیزی رو بفرمایید که خیر دنیا و آخرت در او باشد. و امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که دروغ نگو. پس صداقت و راستگویی یکی از عواملی است که میشه خیر دنیا و آخرت رو برای ما ایجاد کند. بله. پس سعی کنیم که ما مزین به صفات زیبای اخلاقی باشیم، مخصوصا صفت راستگویی و صداقت. بسیار عالی، تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که از برحال هر چند سختی و مشکلات و هر گپی که هست، امروز یک روز خوبی، یک روز خوشی هست و امیدوار هستم که هر غمی که در دل هست همه رو بیرون کنن، هر فکری که در ذهن هست همه رو بیرون کنن، فکر و ذهن و دل و قلب همه خوش و مثبت باشن. بسیار عالی. اما موضوع برنامه ما، خوب از این روزای یکشنبه میفهمم که در رابطه با عوامل استحکام خانواده ما گپ و صحبت داریم همراهشان و امروز خب به هر حال در رابطه با موضوعات مختلفی ما در هفته‌های قبل صحبت کردیم. بله. و ما امروز می‌خوایم که در رابطه با مدیریت استفاده از رسانه را گفتگو کنیم. موضوع بسیار مهم است. بله. بفرمایید خانم سجادی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مقدمات شما. خب بینندگان عزیزی که همراه ما بودند در جلسات گذشته، ما سلسله مباحثی رو درباره مدیریت عوامل تحکیم استحکام خانواده صحبت کردیم. بله. در جلسات گذشته نقش خانم، نقش آقا، نقش فرزند در خانواده به عنوان عوامل و موانعی که حتی میتواند مانع استحکام خانواده باشد صحبت کردیم، اگر که توجه نشود به نقش ها و وظایفشان. دوم، مباحثی که برمیگرده به فضای ارتباطی خانواده ها. بله. در جلسه گذشته ما درباره مهارت‌های ارتباطی در فضای درون خانواده صحبت کردیم، اینکه چه جایگاهی دارد و چگونه مهارت‌های ارتباطی رو بین اعضای خانواده ارتقا و بهبود ببخشند. این جلسه انشالله صحبت خواهیم کرد درباره مهارت مدیریت مصرف رسانه. بله. در خانواده هدف کلی صحبت‌های ما هم استحکام خانواده است. بله. که چه قسم و چگونه خانواده مستحکم شود در زندگی. بله. پایدار باشد. بله، کوشش کل برنامه روشنایی است که تمامی برنامه هایی که ارائه می شوند در جهت استحکام خانواده. بله. باشه، در جهت مودت و محبت هرچی بیشتر اعضای خانواده باشه، در جهت افزایش توانمندی های اجتماعی و رفتاری در فضای اجتماع و خانواده باشه. خب مبحثی که امروز من انتخاب کردم با عنوان اینکه مدیریت مصرف رسانه یکی از ضروریاتی که در تمامی فامیل ها مشاهده شده. در فضای اجتماعی الان بسیار بسیار مبتلا به هست، سوال بسیار خانواده های محترم هست و بعضن شاید یکی از معضلاتی باشه که در جامعه ریشه اش برمیگردد به عدم مدیریت صحیح استفاده از رسانه هستش. بله. خواهیم بپردازیم که رسانه چه جایگاهی دارد یا رسانه چیست. درست. ببینید، ما انسان هستیم. انسان در این کره خاکی چه جایگاهی نسبت به دیگر مخلوقات دارد؟ اینکه خلیفه الهی گفته میشه، اشرف مخلوقات گفته میشود. انسان دارای قدرت انتخاب، اختیار، تفکر و تعقل هستش. بله. چه چیزهایی به دست انسان و آدمی ساخته شده؟ اگر که هر یک از بینندگان عزیز ما نگاه کند به همون جایی که نشستن، فرش زیر پایشان، کاوچ، تلویزیون، نمبر تلفن، دیگه نمیفهمم، یخچال، کری، یا هر کدام از وسایلی که اطرافشان میبینن، همگی ساخته دست انسان هستش. بنا به این قابلیت هایی که داشتن توانستن یک سری وسایل رو برای رفاه بیشتر بسازن. یکی از مصنوعات و ساخته های دست بشری همین مبحث وسایل ارتباط جمعی است. بله. که این وسایل ارتباط جمعی یا رسانه چیست؟ یکیش همین تلویزیون هست. بله. یک رسانه است، حامل پیام و خبر است، حامل بسیاری از مفاهیم و تصویرها هستش که به آدمیان میرسه. یکیش همین مبحث
موبایل هستش. بله موبایل بله هم یکی از رسانه ها هستش که داخل او بسیاری برنامه ها هست، بسیاری اخبار ها هست، بسیاری سرگرمی ها هست، گیم ها هست و بسیاری مسائل دیگه. نشریات، مجلات، کتاب ها، اینا همه ایشان جزو جزء رسانه حساب رسانه میشن. حساب بله میشن. خب ما اینها رو ساختیم برای ای که ما نسبت به بعضی از مسائل یا آگاه بشیم یا خودمون توانمندی هایمون رو افزایش بدیم. حتی الان در این 2 سال اخیر شاید زبان ما رو بیشتر بفهمن، گپ ما رو بیشتر بفهمن بینندگان، که این 2 سالی که کرونا شده کل کارا در همین موبایل است. موبایل و تلفن است. چون که وظیفه داره، وظیفش از دورکاری داره انجام میده. چون که تحصیل داره، تحصیلاتش داخل همین موبایلش، کلاس های آنلاین داره، صنف های آنلاین دارن یا آفلاین دارن، یا بسیاری از مسائل دیگر که الان با رسانه ها سر و کار داریم. من قبل از اینکه وارد مبحث رسانه بشم، نمیخوایم با یک نگاه بسیار بدبینانه به رسانه نگاه کنیم، بگیم نمیشه چون حرف اول رسانه بله میزنه. بله، ما نسبت به رسانه 3 تا نگاه داریم. یکی رسانه رو ما میتونیم به صورت خیلی خوشبین نگاه کنیم که وای این هرچی که هست این ساخته دست بشره و این بسیار خوب هستش. خب بعضی از مزیت ها داره. بله، همین حال که دارن برنامه های ما رو میبینن، برنامه های که بعضن تولید کنندگان و منتشر کنندگانش هدف خوبی از ساختن و برنامه ها دارن، ارتباط برقرار شده، یکی دو کشور دیگه است، یک مادر یک جای است، اولاد در یک جای است، به این طریق میتونن که دیگر را شکر خدا ببینن و ارتباط داشته باشن. بله شکر خدا، ارتباطات فامیلی هم از این طریق فراهم هستش. یک نگاه بدبینانه است که میگن که صرف چون که اینا برنامه است، معلوم نیست که کدام نفر رو ششتن پشت و برنامه سازو، برنامه بسیار بدی هستش. این نگاه بدبین هم اصلا جایز نیست. بله. بلکه ما باید یک نگاه واقع بین داشته باشیم. نگاه واقع بین چیست؟ ای که این رسانه هایی که تولید شدن هر کدامشان میتواند مفید باشد، میتواند مضر باشد، میتواند برای ما کارآمد باشد، میتواند برای ما ناکارآمد یعنی باشد. نحوه استفاده از اون مهم است. بله، نحوه استفاده از اون مهم است و ما بیشتر که انشاءالله بینندگان عزیز همراه ما باشند، انشاءالله یک جلسه پرباری خواهیم داشت به امید خدا و مباحثی مطرح میکنیم که چی کنیم که ما استفاده مفید و صحیحی داشته باشیم. بله. از رسانه ها. دوست. خب پس ما جایگاه انسان و آدمی را در این کره خاکی گفتیم که اشرف مخلوقات هست و بسیاری وسایل و ساخته دست بشری، بسیاری وسایل رو میبینیم. همه اینها برای اینه که آنها رو ما در دسترس خودمان قرار بدیم و رشد بدیم، نه اینکه ما اسیر آنها شویم. همون موبایلتون اگه شما نشان بدید، شما یک لحظه نشان بدید، این رو شما ساختید که اگر بله. انسان و آدمی او رو ساخت به خاطر است که از او استفاده های بله. در جهت فعالیت های خودش انجام بده. درست. این که من اسیر او شوم صحیح نیست. آها. یعنی که من ببینم که او چی میگه، او چی وقت برنامه داره، درست، او چی وقت زنگ میخوره. من تمام فعالیت های خودم از جمله غذا خوردن، خوابیدن، اینها رو با او تنظیم کردن صحیح نیست، بلکه درست. من باید تنظیم کنم فعالیت هایم را با تلفن، تلویزیون یا هر چیز دیگر. یعنی منظورت نیست که امروزه یعنی کلگی رجوع کردن به همین موبایل، تمام فعالیت ها رو بر اساس موبایل یا تلویزیون تنظیم کردن، یعنی تو نیست که فقط بله یعنی تو نیست که فقط مثلا کاری که داشته باشن توسط موبایل باشه، اما تو در پیششان هست دیگه، دائم داخل گوشیستن، حالا در هر فضاهای مجازی هستن، در نمیفهم کانال ها، گروه ها و همین. بله متاسفانه من نمیگم که آدم با او کار نداره یا با تلویزیون کار نداره، خیلی چیزها را یاد میگیرن یا بسیاری فعالیت ها و آموزش ها از او هست یا بسیاری از خبرها، اما این که ما تنظیم کنیم که او چی وقت برنامه نشان دادنش است و من خواب ما با او تنظیم کنیم، این بسیار نابجاست. جلسات گذشته ما در جلسات فرزند پروری بینندگانی که همراه ما بودند، ما درباره تأثیر رسانه بر تربیت فرزند صحبت کردیم. بله. صحبت کردیم که تلویزیونی شدن بد هست. تلویزیونی شدن یعنی چی؟ یعنی که اکثر فعالیت های ما با او برنامه ها تنظیم کنیم. یعنی اینکه به جای اینکه ارتباط بین فرزندان و والدین اول مطرح باشد، ارتباط تلویزیون و
فرزند مهمتر باشد. بله. تلویزیون به عنوان یک پرستار کودک باشد و تبعات جسمی و تربیتی زیادی رو ما ذکر کردیم. از جمله تبعات جسمی اگر بله. بینندگان یادشون باشه، ما گفتیم چون کاهش تحرک دارند، چاقی، افزایش وزن، فشار خون، که شما نگاه کنید متاسفانه طبق آمارها فشار خون برای کودکان صنف پایین 30% کودکان به فشار خون مبتلا هستند و این بسیار 30% مبتلا هستن. بله بله این بخاطر اگر... عدم تحرک است البته. بله فشار خون خب کلشان که ارثی نیست و این آمار بسیار تکان دهنده است. برای چی؟ به خاطر که مصرف رسانه مدیریت نشده. به خصوص سوال خانم سجادی که فصل مرض کرونا هم هست. بله. که دیگه اولادا حتی مکتب هم رفتن هم میتونن. بله. کلشان در کنج خانه هستن. بله. و یا در تلویزیون هستن یا در موبایلشان. بله. یا جدا از شرایط کرونا، شرایط و سبک زندگی جدید هم همین اقتضا رو میکرد که داخل آپارتمان و بلاک هستن و اولیای کلان نیست مثل گذشته ها و خانواده کم حوصله شدن، تعداد فرزندان کم است، فرزندان گذشته همراه هم بازی میکردن، تفریح میکردن، ولی حال متاسفانه بعضی فامیل ها اونها را در پشت تلویزیون به عنوان یک پرستار میمانند. پس تبعات جسمی اینها رو ذکر کردیم که ممکن اختلالات بینایی، اختلال در تکلم و گفتار اطفال به خاطر که ارتباط با والدینشان کم میشه. مشکلات تربیتی هم به دنبال این عدم مدیریت صحیح رسانه ذکر کردیم در جلسات گذشته که ای که مربیش عوض میشه. قبلا اگر که مدیریت صحیح بود مربیش والدینش بود، خواهر کلانش بود، برادر کلانش بود، ولی وقتی که اعتیاد پیدا میکنه، ما اعتیاد رو حالا ما شخصی که پدری هست رو فقط میدانیم که او وابسته شده از لحاظ جسمی به او پدر، اما در فضای رسانه هم ما یک اصطلاحی داریم که اعتیاد به فضای مجازی. بله. به لحاظ روانی وابسته میشه. گاهی وقت میشه که انقدر تلویزیون رو روشن میکنن در فضای خانه که کودک وقتی که تلویزیون خاموش میشه بیقرار میشه، ناآرام میشه، یا مرد یا خانم خانواده انقدر با گوشی مصروف شده که اگر یک ساعت اینترنتش تمام شوه بیقرار میشه. بله. احساس میکنه که یک چیزی رو گم کرده. خانم سجادی حال کلگی هم قسمیستن بدون اینترنت زندگی نمیشه. بله. خب حال ما یکی از در واقع یکی از مسائلی است که در زندگی جاری و ساری هست و حتما از این کانال ارتباطی بله. ارتباطات برقرار میشه. اما مشکل جایی است که ما به صورت وابستگی ذهنی بیش از بله. حد و اینکه استفاده بیش از اندازه به اینها میپردازیم. بیش از اندازه یا نابجا هم میشه. و نابجا. چون گاهی وقتا مثلا آدم یک شرایط کاری داری. بله. خب مثلا رجوع میکنید به اینترنت و موبایلت. بله. ولی گاهی وقتا هست که نه، هیچ کاری هم نداری ولی خب باز خوش داری که در گوشی باشی. بله. در موبایل باشی. یک وابستگی ذهنی برشان ایجاد شده. خب این مقدمات و یک مسئله که برای بینندگان ما روشن شوه، چون شاید خیلی بگه که خب اوقت ضرورت نداره، قد که کارشناس های برنامه میگه حال چی میشه یک دو ساعت بچه بازی میکنن. ببینید کل فامیل ها حواسشان هست که اگر یک نفری از بیرون آمد و برایشان گفت تو همی کاغذ برایم امضا کن، آیا همینطور چشم بسته کاغذ امضا میکنن؟ نه دیگه میخونم. میفهمم که اگر که من سواد خواندن و نوشتن نداشته باشم شاید کلاه برداری اینا در دام بیفتم، شاید بخوای خانه و زمین من از یک تاپه انگشت من بگیره. پس من سواد خواندن و نوشتن اگه نداشته باشم، کسی رو باخبر میکنم ببینی چی نوشته کده که من پایینش تاپه کنم. دلوقتي. من پایینش امضا کنم. در مسئله رسانه هم همین قسم هست. مسئله رسانه هم اگر ما سواد رسانه نداشته باشیم، اگر ما آگاهی نداشته باشیم نسبت به فضای رسانه و اون چیزهایی که تولید میشه، اون چیزهایی که منتشر میشه، اینکه اگر ما سواد نداشته باشیم به این که یکی از راههایی که شخصیت ما شکل میده همین دیده های ماست، همون چیزهایی که ما نگاه میکنیم، همین چیزهایی که ما میشنویم،
و اگر ما متوجه باشیم که ما اون چیزهایی رو که میبینیم و اون چیزهایی رو که میشنویم، فردا روز اینها کم کم در حرکتهای زندگی ما مؤثر واقع میشه. یعنی ما تصمیمهای ما رو بر اساس اون چیزهایی که دیدیم و شنیدیم اعمال میکنیم و شخصیت خودمان رو بر طبق اون دیده ها و شنیده ها شکل میدیم. درست. بعد از یک میان برنامه ادامه صحبت ها رو داشته باشیم. انشالله در خدمت خواهیم بود. عزیزان بیننده، تشکر از همراهیتان. میان برنامه آماده نشت از تقدیم شما میکنیم. بهار گذاشته اند اسم ماه تو را، بهار اول. مگر زمین جست و بهار دیگری دارد؟ قدمهایت تمام زمین را آباد کرد و عطر مهربانیت تا همیشه طعم تازگی را بر هوا پاشید. امین خدا و امانت دار اهل زمین، و زمین هرگز معلمی کامل تر از تو برای پروراندن روح خسته من نداشت که رو کند. سجده باید کرد خدایی را که آینه تمام قد خودش را در بهارترین ربیع زمین برای پرواز من به دنیای خاک نازل کرد. در ربیع اول این ماه خجسته، نسیم سحری عشق را بر گستره خاکیان می فرستد. جوانه های تبسم لبها را شاداب از تراوت دیگر کرد و همگی قدوم نوزادی را که سبب آفرینش است تبریک می گویند که یا محمد، به جمع خاکیان دوستارت خوش آمدی. حکمتت را بنازم. محرم و سفر باران فقط از چشم ما بارید و آسمان ناز کرد، اما با شروع ربیع الاول در شادی دلهای من آسمان بر ما بارید تا بگوید از رحمت خدا نومی نباشید. ربیع الاول از راه می رسد تا یادآور زیباترین اتفاق تاریخ اسلام باشد و بهانه برای حاجت خواهی و نیایش به درگاه بی نیاز دست گیرنده. به ماه ربیع رسیده ایم تا غرق در شکوه عنایت پروردگار عالم گردیم. ما را می خوانند تا غوطه ور گردیم در امواج رحمانی. باید خیمه زد در زیر قبه‌ای که به طاق عرش می پیوندد، همان قبه اهل بیت، تا باز دستمان را بگیرند و در این جشن‌های آسمانی حضورمان را نورانی گردانند. خب تشکر از همراهیتان، از اینکه هر روز با برنامه روشنا همراه هستین. اما نمبر تماس ما که به هر حال واتساپی است و شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین، پل ارتباطی ما و شما هست. میتونید از این طریق با ما صحبت کنین، درد دل کنین، حرفایتان رو بگوین و سوال پرسان کنین و مشاوره بگیرین. بسیار خوشحال میشیم. مثبت 964 780 255 40 13. و ما در ادامه صحبت و گفتگو هستیم با خانم سجادی خواهرخوم که در روزهای یکشنبه در رابطه با عوامل استحکام خانواده گفتگو و صحبت میکنیم. و با صحبت‌های امروز ما در رابطه با مدیریت استفاده صحیح از رسانه هست که خود از این میتونه یک نوع استحکام خانواده را ایجاد کنه. بسیاری از خانواده ها هستند که هر کس در گوشه شیشته یک موبایل دستش است و هیچ ارتباط و هیچ استحکام و هیچ پیوند در خانواده وجود نداره. پدر خانواده در داخل موبایل است، مادر خانواده و همچنین اولادا. خب فکر میکنن که یک خانواده استحکام او به کجا ختم میشه؟ چه قسم میتونه ارتباط و پیوند صمیمانه
در این خانواده وجود داشته باشن. اگر شما جز این خانواده ها هستین، حتما امروز بیننده برنامه ما باشین. خانم سجادیم، خب قبل از اینکه ما میان برنامه رو بریم، در این رابطه صحبت هایی داشتین و اینکه به هر حال دنیای مجازی و فضای مجازی هم میتونه کاربرد مثبت داشته باشه، هم میتونه کاربرد منفی داشته باشه. خب ادامه صحبت هایتون رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم به شما و بیننده های عزیز ما. خب ما قبل از میان برنامه درباره جایگاه رسانه در خانواده و در شکلگیری شخصیت انسان صحبت کردیم، اینکه چه تبعاتی میتواند داشته باشد، اینکه آیا صرف نگاه بدبین داشته باشیم. گفتیم یه واقعیتی است انکارناپذیر، یک واقعیتی است که در شرایط الان رسانه عضوی از جامعه شده، اما اگر که متوجه نباشیم، آنقدر بها بهش بدیم در جایی که نباید بدیم، آنقدر به او پرداخته شد و به طوری که غافل باشیم از فرزندان و همسر و ارتباطات بین فامیلی، اینجاست که مشکل ساز میشه. خب حالا تا اینجا بینندگان گفتن که خب حال ما چی کنیم؟ چی کنیم که ما سواد رسانه داشته باشیم؟ چند مرحله هستش؟ یعنی که سوال میشه خب من به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر چه جایگاهی در مدیریت مصرف رسانه داره؟ ببینید بیننده عزیز ما بعضی وقت ممکنه سوار موتر شخصی شده باشند، یعنی که خودشان سوار تونیز شده باشند یا موترهای لینی شده باشند. خب آیا او کاکایی که پیش موتر رانندگی میکنه، آیا او از روز اول که نوجوان و جوان شد رانندگی بلد بود؟ طبعا نه. یک سری آموزش ها دید، سر صنف رفت، یک کتاب هایی را حتی دید و خواند و معلمینی را دید و تحت تربیه آنها آموزش گرفت. بسیار عالی. پس نسبت به سواد رسانم همیست. سواد رسانم قدم به قدم آموزش در کار داره. بله، سواد بله. رسانم مثل آموزش شنا قدم به قدم، اول که دست در یک فضای خشک معلم آموزش میبینه، کسی که شنا میخواه یاد بگیره یک دفعه ما بین یک عمق 4 متری که اون نمیندازن، بلکه در سر سن یاد میده که تو دست ای تو بالا کو، او دست ای تو بالا کو، پای خور ای تو بالا کو، یا ای که نفس خود چند دقیقه نگه دار و یک سری آموزش ها رو میده و بعدا در فضای بله. عمیق میبرن که درسته. آره. بسیار عالی. پس ما به این نتیجه میتونیم برسیم که بسیاری از خانواده های ما و به خصوص پدر و مادران به موضوع سواد رسانه باید بسیار اهمیت بدن. بله بله. حالا اینکه سواد رسانه چی هست، خانم سجادی یک تعریف از سواد رسانه برای ما داشته باشین که درست متوجه از این موضوع شون والدین عزیز ما. بله. پس سواد رسانه ای که ما آگاه باشیم نسبت به وسایل ارتباط جمعی و رسانه هایی که ذکر کردیم، اینها چه هدفی پشتش هست. ای که اگر یک برنامه ما داریم از پشت تلویزیون، از پشت موبایل، بله بله. اگر یک نرم افزاری نصب میشه، اگر گیمی هست که برای اولادای ما تهیه میکنیم، چه هدفی پشت تهیه ای هست؟ آیا آموزنده هست؟ آیا آموزنده یا نه؟ یا اینکه صدمه میرسانه به تربیت او به چه اندازه ما استفاده کنیم؟ بینندگان عزیز ما، حتما کسانی هستن که پشت برنامه ما هستن، یک کسی معلوم بگم که کدامش اضافه وزن داره، کی است که لاغر است، کی است که سنگین وزن هستش. یک تعدادی میگه خانم سجاده از گب از دل ما گفته، نمیفهمی که من چند شب شام نخوردم یا مثلا غذای خود کم کردم که وزنم کم شد که سلامت باشه. ولی فایده نداره. ولی حالا رژیم های غذایی رو میگیرند، ممکنه که رژیم های غذایی رو بگیرند یک کسی برای کاهش وزن یا اضافه وزن. ما نسبت به سواد رسانه باید رژیم بگیریم، رژیم غذایی نه، رژیم مصرف رسانه. یعنی چی رژیم مصرف رسانه؟ یعنی که اگر من رژیم غذایی میگیرم، نگاه میکنم که من امروز اگر اضافه وزن دارم، این غذاهای مثلا نشاستهی رو مصرف کمتر کنم، غذاهای چرب کمتر کنم، غذاهای شیرین کمتر کنم، چیزهایی که میفهمه که مضر است و به بدنش صدمه میرسه. بله. و چیزهایی که مفید هست رو در یک زمان مناسبی که پزشک تغذیه برش توصیه کرده اونها رو مصرف کنه.
رژیم مصرف رسانه چه قسم است؟ رژیم مصرف رسانه یعنی من به عنوان یک مصرف کننده رسانه باید متوجه باشم که چه برنامه ای را ببینم، چه اندازه ببینم، چه وقت ببینم. درست. من مطلع باشم که آیا این خوب هست برای تربیت فرزندم؟ آیا این نسبت به روابط من و همسرم استفاده از این مخل اختلال بله. ایجاد میکنه؟ بله. یا چه زمانی من استفاده میکنم؟ چه زمانی من استفاده میکنم؟ پس یکی از این قدم هایی که مثل متروانی گفتیم که قدم به قدم آموزش میبینه، یکی از قدم هاش همین هستش که رژیم مصرف رسانه داشته باشن. یعنی یک برنامه صحیح داشته باشن بر خودشان. بله، آگاهی داشته باشن آگاهی که چی مصرف کنن، چی وقت و با چه محتوا. درست. و یکی از قدم های سواد رسانه این که نگاه انتقادی داشته باشیم. یعنی که ما اگر که مصرف کننده تلویزیون، برنامه تلویزیون، مصرف کننده موبایل، نشریات یا هر چیزی هستیم، خب ما گفتیم یکی از عناصری که شخصیت ما رو شکل میدهد همون چیزهایی است که میبینیم و میشنویم و اونها روی شخصیت ما تأثیر میگذارند. دغدغه ها و آرمان های ما میشود، تمام فکر و ذهن ما رو مشغول میکنه. بله بله. پس ما نگاه کنیم که این رسانه هدفش چیه؟ نگاه انتقادی داشته باشیم. اینکه از چه روشی استفاده که گپ خوده به ما بفهمانه. بله. بعضی وقت شده که یک برنامه میگه که کار، ممکنه که یک برنامه بگه همگی کارو میکنند. خب با این کلمه همگی گفتنش باعث میشه که در ذهن ما تداعی شه و خب همگی کارو میکنن، من انجام بدم. ولی اگه من نگاه انتقادی داشته باشم میگم کی گفته همگی رو گفتن؟ دوم، اگه همگی گفتن مگه همگی درست میگن؟ بله. و این باعث میشه من یک نگاه درستی به مصرف رسانه داشته باشه. حالا به خصوص خمسر جدی که تا نیماهای شب جوانای ما کم قسم هستن. بله. یا فیلم سعی میکنن یا در گروه ها و کانال ها هستن. بله. دیگه حالا اگر فضای مجازی هم که هست درس ها و کتاب ها. بله. و این گپ ها و مطالعه چیزای دیگه هم اضافه شده. بله، یعنی مدت زمان زیادی از وقت رو همین رسانه مصروف خودش کرده. یکی از قدم های سواد رسانه یکی ما دست های پشت پرده رو بشناسیم. یعنی چی دست های پشت پرده رو بشناسیم؟ یعنی که اگر که یک برنامه رو انتخاب کردم برای دیدن، ببینم کسایی که رو تولید کردن هدفش از تولید برنامه چی بوده؟ چی بوده؟ این چه اهدافی داشته، چه مقصدی داشته. وقتی که ما نگاه و مقصد اونها رو ببینیم در انتخاب برنامه حتما با دقت بیشتری. بله. عمل میکنیم. خب بیشتر در کدام برنامه ها میتونه باشه؟ در گیم ها و سریال ها؟ من به صورت مجموعه میگم. مثلا بعضی وقت میشه که حالا ما مبحث رسانه ماشاءالله کلان است، انشاءالله فرصت باشه میپردازیم، اگه نبود در جلسات آیندم انشاءالله مختصر خواهیم گفت. مثلا یکی از مدیریت های مصرف رسانه مدیریت محتوا هستش. بله بله. ما با انبوه از مواد اطلاعاتی و برنامه های تلویزیونی، برنامه های گیم و اپلیکیشن هایی که داخل گوشی هست. بله. مواجه هستیم. ما قبل از اینکه بخوایم نصب کنیم اون برنامه ای که یا گیمی که برای اطفالمان، میریم میخوانیم. نوشته، گاهی وقت نوشته که این مناسب زیر 14 سال نیست. مثبت 14، مثبت 18. بله، مثبت 18. یا این مجوز از مثلا کدام نهادی که تایید میکنه اینها این مجوز را دارد یا این مجوز را ندارد. پس ما یک مدیریت در انتخاب محتوا، انتخاب ابزار و انتخاب زمان، انتخاب مکان، اینها میتوانیم داشته باشیم. بله. از او عبور نکنیم. یعنی اصلا فکر نکنم که بسیاری کسا باشه که به اینا توجه کنن. بله. مثلا به اون مثبت 18 یا این مسائلی که رده های سنی یا مشخص باشه به اون اصلا توجه نمی کنن. بله. یا گاهی وقت میگم من توجه میکنم برای که طفلم وقتی که تلفن میدم، ما البته یک قسمی نباشیم که اطفال، فرزندان یا هر کدوم از افراد خانواده احساس کنن من که حالی در فضای رسانه هستم یک کسی میخوای به مچ مرا بگیره که من در کدام جای هستم. این احساس ناامنی نباید برای خانواده ایجاد شود. ولی یک قسمی هم نباشه که آنها رو ما رها کنیم در فضای رسانه. مخصوصا شما نگاه کنید
اطفال که الان همراه گوشی هستن، همراه تلفن هستن، یا نوجوان ها که دنبال کسب هویت هستند، بله بله. اینها دنبال کنجکاوی های ذهنیشان هستند. وقتی که تلفن رو برشان بدیم، اگر اینها را رها کنیم در فضای خودشان، ممکنه دنبال ای که دنبال جواب های خودش برود. بله. و وسط او یک سری تبلیغاتی هم در فضای مجازی میاد، اینها رو وسوسه میکنه و از این وسوسه به جاهای ناکجا آبادی میره که نباید میره. مثلا یکی از راه های مدیریت مکان در مصرف رسانه ایست که اگر وسیله شخصی یا به هر صورت وسیله عمومی در خانواده داریم، مثل کامپیوتر که به فضای مجازی وصل میشه، یا همین تلفن و موبایلی که در دسترس اطفال ما هستش و داخل اون میرن کلاس های آنلاین یا آفلاینشون، اینها رو به مدت زیادی در یک فضای ما رها نکنیم. بله. اگر کامپیوتر هست، ما کامپیوتر رو یک جایی در فضای خانواده قرار بدیم که در معرض دید باشه. که شما فرض کنید کامپیوتر رو در یک اتاقی که بسیار بیروبارش کمه، بله، رفت و آمد کمه، و او به اینترنت وصل میشه، از دسترس همگان دوره، دور از منظر خانواده است، و ممکنه این نوجوان در یک فضای نامناسبی برود. بله. یا حتی نسبت به نوجوان ها، خانواده ها بعضن میگه خب چه کنیم الان نوجوان ما؟ دقیقا، گپ بسیار گپ مهم است. بله. چه قسم مدیریت کنن، چه قسم اداره کنن، به خصوص کودکان و نوجوانانشان که به حال در یک سن بسیار حساس هستند. بله دقیقاً. یکی میگه ما الان نوجوانم، دستش تلفن و موبایل هستش. خب بعضی خانواده متاسفانه در گزارش هایی که به ثبت رسیده میگه حتی 70% خانواده هایی که مراقبت رسانه‌ای داشتن نسبت به فرزندانشون، از سن 14 سالگی به بعد رها میکنن فرزندانشون در فضای مجازی. و این سن یک سن بحرانی هستش و این باید توجه شود که خانواده ها بدانند که در چه وقتی و به چه کیفیتی فرزندانشون رو در معرض این فضاها قرار بدن. چون به هر حال نوجوانی وقتی که میگم یک دوران حساس هست، بخاطر از این که نوجوانان بسیار هیجانی هستن، احساساتی هستن. بله. و عقل بیشتر حکم نمیکنه، بیشتر اینا هیجانات و احساساتشان روی عقلشان حکم میکنن. بله. به خاطر همین است که والدین باید در این موارد ها خیلی حساس و دقیق باشن. بله. خب خانم سجادی چی کنن، چه قسم مثلا گاهی وقت ها خب پدر مادرها اینقدر مشغولیت دارن، قدر حالا هم مادر هم پدر شاید نتونن اطوری که باید و شاید هر آن مثلا بالای سر اولاد خود باشن که باش که ببینن که چی میکنه، در کجا رفته، چه قسم هست، یا حتی بسیاری از والدین هستن که سواد امیره ندارن، اصلا نمیفهمن. خب صنعت و تکنولوژی پیشرفته شده، حالا اولادای امروزی کلشان بر اساس همون صنعت و تکنولوژی خب پیش رفتن. بله. ولی خب پدرها مادرها الان گاهی وقتا مثلا سواد از این ندارن، متوجه نیستن که بفهمن که حال اولاد ما در کجا هست. بله. چه قسم استفاده میکنن، چه قسم میکنن، چی باید بکنن؟ بله، این سوال بسیار سوال خوب و سوالی که کل فامیل ها بله در ذهنشان هست، مخصوصا در فضا و شرایط الان که همه چیز به خاطر شرایط کرونا بیشتر از قبل مجازی شده، متوجه سواد رسانه شده. ببینید میپرسن که خب ما از چند سالگی برای طفلمان، برای کودکمان، برای نوجوانمان موبایل یا تبلت یا وسیله شخصی فراهم کنیم، چی کنیم؟ طفل ما گریان میکنه از اینکه وسیله بازی دختر کاکایش داره یک موبایل شخصی برش داده، او صبح تا شب گیم بازی میکنه. یا بچه کاکایش 7 ساله شده و گیم بازی میکنه. طفل من نداره، پس من برم براش یک وسیله شخصی. 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. انشالله ما میپردازیم باقی مباحث باقی بود همراه ما باشن بینندگان که مفصل گپ هست در باره سواد رسانه و اهمیت و ضرورتش در خانه و خانواده. خب ببینید ما اطفال ما که سن خردی دارن، سنف پایین هستن، سنف یک هستن، خردتر از او هستن،
هیچ لزومی نداره ما برای آرام کردن او و برای بازی کردن او ما بریم برش یک موبایل جدا یا یک دستگاه تبلت جدا برش تهیه کنیم. ما خب تبعاتش رو در جلسات قبل نسبت به شیوه های فرزند پروری صحبت بله. کردیم. خب پس یکی از ضرورت هاییست که هیچ لازم نیست ما برای طفلمون در سن پایین ما وسیله شخصی جدا تهیه کنیم. اما یکم کلانتر میشه، سنفای مثلا 3 و 4 میشه، یکم بالاتر میشه و اینها میگه خب من درس دارم، حالا کلاس ها مجازی شده، کرونا شده، یا من میخوام گیم بازی کنم. اینها رو هم همینطور همه قسم میگیم که خب این موبایل ماست، تو که درس میخونی دهی ساعت پیش تو باشه. پس استفاده مشترک داشته باشه. بله، خود از این میتونه بسیار اهمیت داشته در مدیریت اون. بله، یکی من امانت میمانم پیش تو، تو اگر ساعت 8 بجه تا 12 بجه سر صنف هستی، خوی امانت پیش دست تو همین ساعت در فضای کلاس باش. پس هیچ ضرورت نیست که ما برشان وسیله جدا، وسیله ارتباطی جدا تهیه کنیم. اما کمی کلانتر میشه، ممکنه 14-15 ساله شوه و اینجا خب ادعا میکنه که من خودم کلان شدم، مخصوصا نسبت به شرایط دوران نوجوانی که احساس استقلال در نوجوان ما پدید میشه، در حس هویت پیدا میکنن، احساس میکنه من برای خودم کلان شدم، من دیگه خرد نیستم، من نیاز به گوشی داریم. اینها رو هم برایشون مشروط میکنیم، توافق میکنیم که تو یه گوشی را اگه گرفتی خب برای ای استفاده باشه، برای ای استفاده باشه. و این شاید بسیار خانواده ها بگه خب من اگه این 15-16 ساله رو برایش مشروط کنیم این جار جنجال بپا میکنه. بله، شاید مثلا بگه برای والدین خود که خب بچشه مرچی که شما میگین، ولی خب باز از اون طرف کاری که دلش میخواه را انجام بده. خب ببینید، اگر که از ابتدا بحث تربیت بحثی نیستش که ما بگیم که خب این 2 ساله من سر وظیفه میرم، سر تحصیل خودم میرم، من مادر یا من پدر، من مصروف کارهای خودم هستم، 1-2 ساله وقت میمانم و این را تربیت میکنم. بحث تربیت بحث یک مقطع زمانی نیست. بله دیگه. بحث تربیت حتی برمیگردد به قبل از تولد. که ما در روایات بسیاری داریم که شما حالا نامید نشن بینندگان عزیز بگه خب ما تلاش نکردیم قبل از تولد خود تربیت نکردم یا در انتخاب همسر کوشا نبودم. نه، بعدن که فرزند دار میشید رو هم میگم که وقتی که فرزندتون به دنیا آمد شما از نوع تعاملتان در سنین پایین تا بالا مشخص میکنید که نوجوانی آیا هرشنوی داره یا نداره. اگه شما در سن 7 سالگی برای مثلا گفتگو تعامل داشته باشین، جاهایی که باید برش نمیگفتین، جاهایی بله. که باید بله میگفتین، در یک حد و حدود برش همیشه مشخص میکنین. بله، در سنین نوجوانی او وقت میشه که او بچه ما، او دخترک ما حرف شنوی دارد. بله. پس و مقدار مصرفی که استاندارد و نرمی هستش که میگن معتبره که این اندازه داخل فضای مجازی یا استفاده رسانه داشته باشن، چیزی که گزارش ها اعلان کرده مثلا 100 الی 110 دقیقه است. یعنی 100-110 دقیقه 120 دقیقه میشه چند ساعت در روز؟ 2 ساعت در بله. روز. اما شما نگاه کنید متاسفانه گزارش هایی که مثلا تحقیقاتی که کردن میبینن که گفتگو و تعامل خانواده ها در روز به اندازه 13 دقیقه شده. و این 13 دقیقه چرا؟ چون که از این طرف مقدار زمانی که پشت رسانه، موبایل، تلویزیون بله. یا هر کدام از این گیم ها یا هر چیز دیگه هست مدیریت نشده و تعامل درست. و ارتباط خانواده ها دچار نقصان شده است. خانم سجادی، میفهم که هنوز صحبت ها و گفتگویتان باقی است. خیر از فقر میکنه، ما انشالله در هفته های دیگه باز در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما و از حضور شما خدافظی میکنیم و از حضور گرم شما عزیزان هم که تا این لحظه همراه ما بودین جان سپاس. با اتفاق خانم سجادی عزیز از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم و امیدوار هستیم که در این روزها و شبها دلها و قلبهایتان همیشه شادمان باشه و با توکل به خدای بزرگ همه سختی ها را برطرف کنیم. صلات الله سلام الله، صلات الله سلام.
عليك يا أجمل خلق.